پاداش احترام جان بیور فصل سوم پاداش کامل در اوایل خدمت عیسی وارد کپرناهوم شد و بلافاصله با افسری رومی در واقع یک سروان برخورد کرد که از او خواسته بود تا غلام فلج او را که به طرز وحشتناکی در رنج بود شفا دهد عیسی موافقت کرد من می آیم و او را شفا می دهم متا هشت هفت سروان پاسخ داد ای آقا من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی صبر کنید لایق آن نیستم؟ این یک شخص فاتح است که با یکی از رؤایا صحبت می کند روم اکنون سرزمین اسرائیل را اشغال کرده است پس چرا این افسر رومی به یک نجار یهودی میگوید من شایسته این نیستم که تو وارد خانه من شوی این می تواند مانند سرهنگی در تفنگداران دریایی ایالات متحده باشد که به یک لولکش عراقی میگوید من شایسته این نیستم که به خانه شما بیایم آیا می بینید که این مرد چگونه به عیسی احترام می گذارد؟ ببینید افسر رومی می داند که این نجار واقعا کیست؟ او عیسی را بسیار مهم می داند و برای او ارزش لازم را قائل است. این سلحشور در ادامه توضیح می دهد فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت. چون خود من یک معمور هستم و سربازانی هم زیر دست خیش دارم. وقتی به یکی میگویم برو می رود و به دیگری میگویم بیا میآید و وقتی به نوکر خود میگویم این کار را بکن می کند. آیات هشت الى نو ابتدا اجازه دهید در مورد وضعیت یا درجه این افسر صحبت کنیم. در یک لژیون رومی شش هزار سرباز و یک فرمانده کل حضور داشتند. در این لژیون شش هزار نفره شست نفر فرمانده در هر مرکز صد سرباز زیر نظر آنها بودند. به فرمانده کل گزارش می دادند. او به ایسا توضیح می دهد که چرا و چگونه درخواست او منطقی است. او احترام و اطاعت سربازان خود را داشت زیرا به فرمانده خود با تسلیم شدن در برابر اقتدارش احترام میگذاشتند او از حمایت افسر برتر خود برخوردار بود که به نوبه خود توسط قدرت روم حمایت میشد در اصل او میگوید من اختدار دارم زیرا به کشور و مقامات برترم با احترام به اقتدار آنها احترام میگذارم. بنابراین تنها کاری که باید انجام دهم این است که فرمان بدهم و کسانی که زیر دست من هستند بلا فاصله به دستورات من پاسخ دهند. او برای ساده تر شدن این مسئله می گوید من اختیار دارم زیرا تحت اختیار مافوقم هستم به مقدمه او توجه کنید چون خود من بلا فاصله می بینیم که او ایسا را در اعلام حقیقت خود وارد کرده است او تشخیص داد که اختدار و اختیار ایسا نیز از تحت اختیار بودن ناشی می شود نکته هاشیهی ایسا اغلب در انجیل ها تبعیت خود از پدر را اعلام می کند. به طرز شگفتانگیزی این جنگجوی رومی اختدار خدا را بر عیسی تشخیص داد. بنابراین می دانست که عیسی در قلمرو روحانی ناپیدا همانطور که خود او در جهان نظامی اختدار داشت میتواند اعمال قدرت کند. به همین دلیل است که او فهمید تنها چیزی که لازم است یک فرمان ساده است و ناتوانی و بیماری باید اطاعت کند از نظر او این تفاوتی با نحوه واکنش سریع افراد تحت فرمان او به دستوراتش نداشت به پاسخ عیسی توجه کنید عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود به شما میگویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم متا هشت ده چه جمله ای؟ ایسا اعلام می کند که این افسر رومی ایمان بیشتری نسبت به یهیای تعمید دهنده دارد فکرش را بکنید عیسی یحیای تعمید دهنده را در اسرائیل یافت اجازه دهید این را بیشتر بحث دهیم این افسر ایمان بیشتری نسبت به مادر عیسی مریم داشت عیسی ایمان او را بزرگترین ایمانی که در طول بیش از سی سال اقامت خود در اسرائیل با آن مواجه شده اعلام کرد و عیسی هرگز اغراق نکرد آیا شما به عظمت این گفته عیسی پی برده اید در اصل این شهروند رومی و افسر نیروهای مسلح اشغال کننده اسرائیل بود که برنده جایزه بزرگترین ایمان شد من یک فرد با ایمان هستم و امیدوارم شما نیز چنین باشید زیرا بدون ایمان نمیتوان خدا را خشنود کرد ابرانیان یازده همانطور که در کتاب مقدس آمده است پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است رومیان ده من مایلم شرط ببندم که یحیای تعمید دهنده بسیار بیشتر از این افسر رومی آیات کتاب مقدس را شنیده است اما این افسر ایمان بیشتری داشت من همچنین حدس میزنم و به احتمال زیاد حدسم درست است که مریم مادر عیسی دوازده شاگرد و بسیاری دیگر از قوم اسرائیل که عیسی با آنها روبرو شد بسیار بیشتر از این افسر رومی درباره کلام خدا شنیده بودند اما او بیش از هر یک از آنها ایمان داشت چه چیزی ایمان او را تا این حد زیاد کرده است این احترامی بود که او به ایسا نشان داد و درک و تسلیم در برابر اقتدار او بود لوقا هفته پنج تا ده نشان می دهد که فقط شنیدن کلام خدا نیست که ایمان ایجاد می کند بلکه باید با احترام و رعایت اقتدار تکمیل شود این مرد پاداش کامل خود را دریافت کرد زیرا احترام گذاشت و اقتدار را درک کرد توجه او به اقتدار نشان دهنده وجود احترام در قلب او بود بنابراین ریشه انگیزه او احترام بود زنی که قابل انکار نبود در فصل هفتم انجیل مرقس ما به یک زن یونانی مواجه می شویم که در اصل متولد سوریه فینیقی بود و برای کمک به نزد عیسی آمد. در آیات آمده است که او مدام از او میخواست دخترش را از دست دیو نجات دهد. این نشان می دهد که عیسی پذیرای اولین درخواست او یا دوم و احتمالاً چندین درخواست دیگر نبود. به احتمال زیاد عیسی حتی به اون نگاه نمی کرد. اما او همچنان به درخواست کردن ادامه داد. او مایوس نشد و سرانجام پاسخ دریافت کرد. عیسی به او فرمود بگذار اول فرزندان سیر شوند درست نیست نان فرزندان را گرفته و نزد سکها بیندازیم. آیه 27 خب می توانید کیک را هر طور که می خواهید برش دهید هر طور که می خواهید برداشت کنید اما در نهایت نتیجه یک چیز است عیسی او را سگ نامید خوشحالم که این زن آمریکایی نبود اگر چنین بود احتمالا عیسی را سرزنش می کرد و فریاد می زد چی؟ آیا مرا سگ می نامی؟ تو چه خدمت گذاری هستی؟ چگونه جرأت می کنی که این گونه به من توهین کنی؟ من برای کمک نزدت آمدم و این درمانی است که دریافت می کنم؟ این نجات پرستی است؟ این طور نیست؟ چون من یونانی هستم و شما یهودی هستید فکر می کنید حق دارید مرا سگ خطاب کنید؟ این بی حرمتی است؟ شما آنجا با اسای خود می نشینید و یک زن نیازمند را نادیده می گیرید که برای دخترش فریاد می زند. این عشقی که شما درباره آن موعظه می کنید کجاست؟ او متوجه شدم در حال حاضر افراد زیادی برای تحت تأثیر قرار گرفتن توسط شما و اسای شما حضور ندارند به همین دلیل چهره واقعی خودتان را نشان می دهید. شما ریاکارید خسته شدم من از اینجا بیرون می روهم. او با عصبانیت خارج می شد و دخترش شفا نمی یافت. او بدون پاداش می رفت. اما این زن چنین رفتاری نداشت. در عوض او به استنبات ایسا پاسخ داد و پاداش خود را تعیین کرد. زن جواب داد ای آقا درست است. اما سکهای خانه نیز از خرد ریزه های خوراک فرزندان می خورند. ایسا به او فرمود برو به خاطر این جواب دیو از دخترت بیرون رفته است. آیات 28 و 29 می توانم ایسا را تصور کنم که لبخند میزد و در حالی که ایمان این زن غیر یهودی را تحسین می کند سرش را تکان می دهد. چگونه می توان او را انکار کرد؟ عیسی به او میگوید دیوی که دخترش را عذاب داده بود رفته است و مادر به خانه می رود تا دخترش را آزاد بیابد. اگر او منفعل بود یا به راحتی آزرده میشد شد امید دریافت پاداش را از دست می داد. او میدانست عیسی کیست و پیوسته به او احترام میگذاشت ابتدا با سرسختی خود و سپس با ناسزا نگفتن یا ترک نکردن حتی زمانی که به نظر می رسید به او توهین یا بی احترامی شده است او به علت عزم و پشتکار خود پاداش کامل را دریافت کرد جالب است بدانید که هر دوی این نمونه های ایمان شگفتانگیز از غیر یهودیان بودند کسانی که خارج از عهد ابراهیم زندگی می کردند. یک سروان و زن یونانی باعث شدند که عیسی از ایمان آنها شگفت زده شود. آنها به سادگی اصولی را که امروز غالبا از دست رفته است درک می کردند. احترام در دل ناامیدی آنها جاری شد و هر دو پاداش کامل دریافت کردند. اصل احترام هنگامی که انجیل ها را بررسی می کنید، افرادی را می آبید که بعضی پاداش جزئی و بعضی پاداش کامل دریافت کرده اند و تعدادی نیز هیچ پاداشی دریافت نکرده اند. هر حادثه به طور منحصر به فرد نشان دهنده میزان احترام آنهاست. برای برخی عدم آشکارسازی احترام شایسته وجود دارد. برای دیگران احترام صمیمانه یا فراوانی وجود دارد و برای بعضی هنوز هم وقتی به عیسی نزدیک می شوند بی احترامی فاحش است. اگر احترام بلا فاصله در متن آشکار نشود، الگو یا اصل هنوز باقی است. این یک قانون روحانی است زیرا خدا می گوید بلکه هر کس که به من احترام بگذارد او را محترم می گردانم و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت اول سموئیل دو سی احترام یک کلید اساسی برای دریافت از ملکوت است من دوست دارم از آیه فوق به عنوان اصل احترام یاد کنم کسانی که خدا را گرامی می دارند مورد احترام خواهند بود این تنها روش کار است هر کس که عیسی را گرامی می دارد به اندازه قدرتی که از جانب خدا داده می شود از خدا دریافت می کند فکرش را بکنید نه تنها یک خدمتکار و یک دختر شفا یافتند بلکه ما هنوز هم امروز انتخابها و ایمان آنها را جشن می گیریم. این اصل به ویژه درست قبل از عید فسح برجسته شده است. عیسی در خانه شمعون جزامی در بیت انیاست. وقتی روی میز می نشیند، زنی با یک جعبه از سنگ مرمر پر از عطر سنبول گران قیمت به او نزدیک می شود. قیمت این عطر دستمزد یک سال یک مرد معمولی بود پس از گریه کردن برای شستن پای عیسی زن پایهای عیسی را با موهای خود خشک می کند سپس او جعبه عطر را می شکند و آن را روی سر عیسی می ریزد او با مس کردن عیسی به او احترام گذاشت اما همه از این حرکت خوشحال نشدند بعضی از حاضران با عصبانیت به یکدیگر گفتند چرا باید این عطر اینطور تلف شود میشد آن را به بیش از 300 سکه نقره فروخت و پولش را به فقرا داد آنها با خشونت به آن زن اعتراض کردند مرقس 14 آیات 4 تا 5 خارج از آن لحظه مشاهدات آنها بسیار منطقی و حتی متفکرانه به نظر می رسد. چقدر مسیحگونه است که به فقرا فکر می کنند، اما آنها تصویر بزرگتر را از دست دادند. چیزی در آن لحظه اتفاق افتاد. فرصتی برای احترام به خدای آسمان و زمین به واسطه احترام گذاشتن به پسر او عیسی فراهم شده بود به ملامت شدید استاد گوش دهید اما عیسی فرمود با او کاری نداشته باشید چرا او را ناراحت می کنید؟ او کار خوبی برای من کرده است فقرا همیشه در بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید می توانید به آنها کمک کنید اما مرا همیشه نخواهید داشت او آنچه از دستش بر می آمد برای من کرد و با این عمل بدن مرا پیش از وقت برای دفن آماده کرده است یقین بدانید در هر جای عالم که انجیل اعلام شود آنچه او کرده است به یاد بود او بیان خواهد شد مرقس چهارده شش تا نه. آیا شنیدید که چگونه او را ستایش کرد؟ بسیاری از افراد در روزگار عیسی کارهای بزرگی انجام دادند اما هیچ یک به این شیوه یا در این درجه مورد احترام قرار نگرفتند عیسی پیشگویی کرد که احترام نیک و زیبای آن زن در هر جایی که انجیل به آن برسد مورد ستایش قرار خواهد گرفت نه تنها در دوره زمانی آنها بلکه از نسلی به نسل دیگر برای همیشه آرزوی او این بود که به استاد احترام بگذارد اما عمل او باعث شد که او مورد احترام استاد قرار گیرد اصل احترام همیشه اعمال می شود همیشه معتبر باقی می ماند خدا می گوید بلکه هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم می و کسی که مرا حقیر شمارد او را حقیر خواهم ساخت اول سموئیل دو سی توجه داشته باشید کسانی که به او احترام نمی اندکی به تکاپو می افتند. با این حال انجیل از کلمه تحقیر استفاده می کند که به عنوان احساس اینکه کسی ارزش توجه یا احترام را ندارد تعریف می شود. این به معنای بیتوجهی به نیازها و دعاهای آنهاست. بشنوید که عیسی چه می گوید؟ هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. یوحنا بیست سیزده. این یعنی پذیرفتن یک شخص به معنای احترام گذاشتن به اوست. بنابراین عیسی در واقع میگوید کسی که به من احترام میگذارد به پدری که من را فرستاده است احترام میگذارد به همین دلیل است که او به وضوح به ما میگوید کسی که به پسر بی حرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی حرمتی کرده است یوحنا 5:23 کسانی که به عیسی احترام میگذاشتند در واقع بدون آنکه بدانند به پدر احترام میگذاشتند. عیسی گفت: من از مردم توقع احترام ندارم. یوحنا 5:41 در قلب و ذهن او همه احترام به پدر بود. او هنوز جلال نیافته بود. پس از جلال یافتن احکامی از طرف پدر برای پسر صادر شد مانند همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند ابرانیان یک شش و ای خدا تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت بر ملت خود حکم می کنی ابرانیان یک هشت همچنین فیلیپیان دو هشت تا ده را ببینید عیسی پس از جلال یافتن همانند پدر قابل پرستش است با این حال هنگامی که عیسی بر روی زمین قدم میزند به عنوان پسر انسان زندگی و خدمت می کرد. فیلیپیان دو، شش تا هفت در کتاب مقدس می گوید اگرچه او از ازل دارای اولوهیت بود ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد بنابراین به عنوان یک انسان او پیوسته تمام احتراماتی را که به او داده شده بود را در قلب خود به پدر منتقل می کرد به همین دلیل است که او دائما به افرادی که شفا میداد با چنین جملاتی خاطر نشان می کرد مواظب باش که چیزی به کسی نگویی بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بده و به خاطر شفای خود هدیه ای را که موسا مقرر کرده است تقدیم کن تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند متا هشت چهار و دوباره میخوانیم عیسی با اصرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند متا سی و موارد مشابهی که در سراسر انجیل ها یافت می شود ایسا در حالی که اینجا بود ارتباط زمین با پدر بود بنابراین یک راه ملموس برای احترام گذاشتن به پدر رفتار با پسر او بود. به همین دلیل هیچ محکومیتی برای آن زن ناشناس که عیسی یعنی پسر را با عطر گران قیمت خود تکریم کرد وجود نداشت. او هرگز کسانی را که به او احترام گذاشتند سرزنش نکرد، بلکه آنها را به خاطر برقراری این ارتباط با پدر ستایش کرد. درک کنید که او به دنبال احترام خود نبود، بلکه به دنبال الگو ساختن از اصل احترام برای کسانی بود که نزد او فرستاده شده بودند. جریان احترام هفته ای که ایسا مصلوب شد، این جمله پرمحتوا را در مورد نحوه ادامه خدمت خود حتی پس از سعودش بیان کرد و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آید لوقا سیزده و به عبارت دیگر شما دیگر مرا نخواهید دید تا زمانی که کسانی را که من برای شما ارسال می کنم بشناسید اعلام کنید که برکت بر آنکه در نام خداوند می آید یا به تعبیر دیگر شما دیگر مرا نخواهید دید یا تا زمانی که به کسانی که به نام خود می فرستم احترام نگذارید مرا نمی بینید سب کنید و روی این موضوع مراقبه کنید عیسی گفت زمانی که ما به کسانی که او میفرستد برکت می دهیم یا به آنها احترام میگذاریم خود را نشان می دهد. چرا؟ عیسی در بخش های دیگری از کتاب مقدس به ما پاسخ می دهد. یکی از این اظهارات این است. یقین بدانید هر که کسی را که من می فرستم به پذیرت مرا پذیرفته است و هر که مرا به پذیرت فرستنده مرا پذیرفته است. یوحنا سیزده بیست با توجه به این ببینید عیسی در مورد اعمال اصل احترام در زندگی روزمره چه میگوید هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است هر کس نبی را به خاطر اینکه نبی است بپذیرد اجر یک نبی را به دست خواهد آورد و هر کس شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرعه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند متا ده چهل تا چهل و دو بدون تغییر معنا به من اجازه دهید کلمه احترام را به جای کلمات پذیرش و دادن در این آیات قرار دهم هر که به شما احترام بگذارد مرا احترام گذاشته و هر که مرا احترام گذارد فرستنده مرا احترام گذاشته است هر کس به نبی به خاطر اینکه نبی است احترام بگذارد اجر یک نبی را به دست خواهد آورد و هر کس به شخص نیکوکار به خاطر اینکه نیکوکار است احترام بگذارد عجر یک نیکوکار را خواهد یافت یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرع آب سرد بدهد به هیچ وجه بی عجر نخواهد ماند برای رسیدن به یک مرجع صحیح دو نکته اصلی وجود دارد که باید در این آیات مورد توجه قرار گیرد. اول، یک ساختار قدرت در پادشاهی خدا وجود دارد. این کار از پدر شروع می شود و به سمت عیسی می رود. یعنی کسی که پدر فرستاد و تمام اختیارات را به او داد. پس از قیام او عیسی اظهار داشت تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است متا هشت هجده او سر کلیساست و روزی خواهد رسید که او پس از آنکه تمام دشمنان زیر پایش قرار گیرند پادشاهی را به پدرش تقدیم خواهد کرد اول قرنتیان 15 چهار تا 26 مقام بعدی در این رتبه بندی از قدرت پادشاهی نبی است. به خاطر داشته باشید عیسی با مردمی صحبت می کرد که کتاب مقدس عهد جدید را نداشتند. آنها با عبارات و مفاهیم ما آشنا نبودند. پس او با آنها به زبان خودشان صحبت می کرد. نبیها در عهد عتیق به عنوان سخنگویان خداوند کار می کردند. خروج شانزده چهار هفت یک ابرانیان یک یک تا دو این را بیشتر تأیید می کند خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است و عهد جدید این امر را با این موضوع تکرار می کند که چگونه یک بار ایسا از مردگان زنده شد و به ملکوت رفت او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی بعضی را برای رسالت بعضی را برای نبوت بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید. افسوسیان چهار اگر ایسا امروز ما را مخاطب قرار میداد، ممکن بود این طور بگوید. کسی که به رسول احترام بگذارد، پاداش رسول را دریافت می کند. کسی که به نام ایسا به یک شبان احترام بگذارد، پاداش شبان را دریافت می کند. در مورد فرستادگان، بشارت دهندگان، یا معلمان نیز همین امر صادق است. در متا فصل ده ایسا از احترام به یک نبی یا کسانی که در رهبری هستند به یک مرد نیکو می رود و سپس با تجلیل از کوچکترها به پایان می رساند. او در واقع همه تعاملات قدرت را که ایمانداران با آن بر می خورند پوشش داد. با کسانی که در سطح بالای ما قدرت دارند، کسانی که در سطح ما هستند و در نهایت کسانی که تحت مراقبت یا اختیارات ما هستند. هر انسانی که با آن روبرو می شویم، زیر گروه یکی از این سه حوزه قرار می گیرد. این ما را به دومین نکته مهم می رساند. اگر به افراد بالای سر خود احترام بگذاریم، پاداشی دریافت می کنیم. اگر ما به کسانی که در سطح خودمان هستند یعنی همسالان خود احترام بگذاریم پاداش دریافت می کنیم و سرانجام با تجلیل از کسانی که تحت مراقبت یا اختیار ما هستند پاداش دریافت می کنیم. نقل قول ما را به خاطر بسپارید. شما دیگر مرا نخواهید دید تا به آنهایی که من در نام خود می فرستم احترام بگذارید. اگر این را با آیات متا همراه کنیم در میابیم که هر یک از این سه سطح پاداش شگفتانگیزی از ملکوت به همراه دارد همچنین این پاداش ها همیشه مکاشفه بیشتری از بینش در مورد اینکه عیسی کیست به همراه خواهد داشت این تمرکز ما برای بقیه کتاب خواهد بود